48 ساعت آقا فرصت داری جلو دوربین قرار بگیری عیناً معذرت خواهی بکنین از این حرفایی که فشار مذهبی ها در شبکه‌های اجتماعی بر وزیر بهداشت ایران کارگر واقع شد. سخنگوی دولت امروز گفته بود سعید نمکی وزیر بهداشت میماند، اما خود وزیر لازم دید به خاطر حرفهایی که درباره رابطه افسردگی و مراسم عزاداری شیعه زده بود از منتقدان دلجویی کند. من واقعا اگر در این میان موجب رنجش خاطری شده یا سوء تعبیری شده یا دلشکستگی شده، واقعا من از یکایک که عزیزان دلجویی میکنم. 14 تقلیل در شیعه داریم، 13 فقط برای همکاران رو بخواه ترچه بزنیم و گریه کنیم و مهم سعید نمکی از آن دست مسئولانی است که دغدغه افسردگی در جامعه را دارد. دو هفته پیش از این گفته بود عده‌ای با تبلیغ زجه و قصه باعث مشکلاتی برای بهداشت روان مردم شدند. گریه کنی برای حسین، این کلاس گریه کردنت پس امروز قشنگ معلوم شد منشور گریه کردن ما فهمیدیم چیه. اشاره وزیر بهداشت احتمالاً از جمله مداهانی هستند که کارشان گریاندن عزاداران در مراسم مذهبی است. اما مشکل مذهبی ها این است که کسی بگوید تشویق به گریه و زجه و ناله باعث افسردگی می شود. می گویند برعکس، گریه ما را خوشحال می کنه. آن گریه کنه سید و شهدا رو من هیچ وقت ندیدم تموم بشه شادیش، یعنی بعد از گریه ها به یه شادی عمیقی می رسه. گریه و زاری در ایام عزاداری به شکلی که در ایران وجود دارد حتی بین شیعیان کشورهای دیگر جهان وجود ندارد. در اروپای قرون وسطا دوره‌ای بود که مثل ایران گریه یک فضیلت محسوب می شد. این یک جام اشک نام دارد. در اروپای قرن 19 شوهرانی که به سفر می رفتند این جام را به همسر خود می دادند، به این امید که بعد از بازگشت جام را با اشکهای دوری پر کرده باشد تا وفاداریش را نشان دهد و با دیدن دوباره همسر شاد شود. پرسیدن که چرا خدا دوست داشت که امام. روحانیان شیعه امروز در ایران می گویند گریه هایشان بی دلیل نیست. گریه از این جهتی شما برای این کارا ساختمون می سازیم، پول می دیم، پولیش می گیریم، سواکی درست می کنیم، با اونا این کارا رو می کنیم، ولی اینا با عشق چیز ارزمون همه دارن. در کشورهای دیگر روانشناسان راجع به تأثیر مثبت گریه بر سبکتر شدن دل و بهتر شدن حال تحقیقاتی کردند، ولی این تحقیقات نتایج قطعی نداشته. گروهی در مملکت غربی یا اینجا در هند با اطمینان به تأثیر مثبت گریه کلوب‌های گریه و زاری برپا کردند. اما فضیلت گریه برای مصیبت‌های شخصیت‌های مذهبی در ایران عملاً به یک ایدئولوژی حکومتی بدل شده و حتی اگر کسی گریه‌اش نیاید خود را به گریه می‌زند. اصلاً تشویق می‌شود که تظاهر به گریه کند. نام این تظاهر تباکی است. یا تباکا، اگه گریت هم نمیاد تباکی کن، اینطوری دست بذار جلو چشمه. وزیر بهداشت اولین کسی نیست که از رواج افسردگی و ناامیدی در جامعه ایران میگوید، اما اینکه آیا باید بودجه و تبلیغات رسمی کشور صرف ایجاد فضاها و مناسبت‌هایی شود که زورکی و غیر زورکی، طالب و غیر طالب را بگریاند بحث دیگری است. ذکر مصیبت‌های امام حسین توی اون دوران باعث شد که حکومت بنی امیه از هم بپاشه. این همه شیون و زاری لازم نیست، اونم برای کسی که 1000 سال پیش کشته شد. بحثی که در این برنامه تلویزیونی ایران به نفع این دختر تمام شد، بچهای حزب الله همان گونه که با عذرخواهی وزیر بهداشت به نفع این طلبه تمام شد. اما حالا فتای خط ایستاده ایم. غم و گریه یک، بحث و انتقاد هیچ. شارگم هم میگذارم. سیاوش اردلان، BBC. این مقام ما رو همراهی بکنه. بسم الله.